اسرائیل ادعا می کند که سه طرح ترور توسط سپاه پاسداران را خنثی کرده. ادعایی که اگر درست باشد نشانگر عمق نفوذ موساد و گسترش فعالیت سرویس های اطلاعاتی خارجی این کشور در داخل ایران است. سه نفر رو به من گفتند، یکی تو سفارت استانبول ترکیه. شبکه های تلویزیونی اسرائیل از جمله کانال 12 یک فایل صوتی را بدون ارائه منبع پخش کردند که در آن فردی که خود را منصور رسولی مینامد علاوه بر اعتراف به تلاش برای اجرای این عملیات ترور ابراز پشیمانی می کند. این فرد در این فایل صوتی میگوید که توسط سپاه پاسداران برای ایجاد یک شبکه عملیاتی به ترکیه فرستاده شده، اقدامی که به گفته او به منظور ترور یک دیپلمات اسرائیلی در استانبول، یک ژنرال آمریکایی مقیم آلمان و یک روزنامه‌نگار در فرانسه انجام شده بود. او به دریافت 150 هزار دلار برای تدارک این عملیات اعتراف کرده و گفته که قرار بوده پس از اجرای آن 1,000,000 دلار دیگر دریافت کند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، عوامل موساد تحت عنوان سرویس مخفی ایران وارد خانه منصور رسولی در تهران شدند، از او بازجویی کردند و سپس او را رها کردند. اخبار کانال 12 هم بدون ذکر منبع گزارش داده که آژانس امنیتی شینبت که عموماً در داخل اسرائیل فعالیت می‌کند، در بازداشت این فرد در ایران مشارکت داشته. تهران فعلاً در مورد این ادعای رسانه‌های اسرائیلی سکوت کرده. با این حال پیشتر برخی از چهره‌های سیاسی ایران به نفوذ موساد در این کشور اذعان کردند. خب دشمنان کشور کار میکنن روی افراد، از فضای مجازی استفاده میکنن، از تلفن، از دوستان استفاده میکنن، از افرادی که مهاجرت میکنن به خارج از کشور استفاده میکنن. ممکنه در طول خدمت یک فردی 5 سال 10 سال گذشته به دلایلی جذب خارج کشور بشه. خب اگر این اتفاق صورت گرفته باشه، یا اطلاعات ازش میگیرن یا حتی میتونن از نارضایتی های اون استفاده بکنن، خرابکاری هایی که دارن یا انفجارهایی که میخوان انجام بدن از طریق این افراد انجام بدن. فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگویی که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 1400 با رویداد 24 انجام داده بود، تاکید کرد که نیروهای حفاظت اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران از سالها پیش دچار رخنه بوده. فریدون عباسی گفته بود که حجم حمله‌های خرابکارانه و تروریستی در ایران زیاد و بسیار حرفه‌ای است. ایران ادعا می‌کند که اسرائیل ده‌ها عملیات و ترور در داخل ایران انجام داده، از جمله ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران. بخول شنا نحن متصینیم لشبخ. گرچه اسرائیل به طور رسمی مسئولیت ترور محسن فخری‌زاده را بر عهده نگرفته، اما یوسی کوهن، رئیس سابق موساد، حدود یک سال پیش گفته بود که اسرائیل در حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای ایران دست داشته. 100,000 secret files. سرقت هزاران سند محرمانه هسته‌ای ایران که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در مراسمی از آنها رونمایی کرده بود، یکی از مواردی است که به ادعای اسرائیل بیش از 20 تن از عوامل موساد در آن شرکت داشتند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، هم ادعا کرده بود که رخنه اطلاعاتی اسرائیل در ایران به اندازه‌ای است که مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیلی در این کشور خود عامل اسرائیل بوده. این چیز شوخیه، یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. بیانیه تازه دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، درباره خنثی کردن سه عملیات ترور که سپاه پاسداران به دنبال اجرای آن بوده، همزمان با تلاش ایران برای خروج نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکاست. شرطی که تهران برای احیای برجام تعیین کرده. واشنگتن پیشتر به تهران پیشنهاد داده بود که برای خروج سپاه از این فهرست باید تعهد دهد که به دنبال ترور عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، نباشد. آنچه که تهران نه تنها نپذیرفته، بلکه در صورت صحت ادعای اسرائیل با جدیت به دنبال پیگیری آن است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.